من اصلا سر در نمیارم، اصلا نمیفهمم شما چی میگی. تقاضای طلاق کرده؟ یعنی چی؟ طلاق؟ از من؟ من تا با خودش حرف نزنم از این خونه پام بیرون نمیذارم. بعد خودش به من بگه، باید تو چشام نگاه کنه بگه من طلاق میخوام. دروغه، همش دروغه. این مزخرفات کی به شما گفته؟ من آدمی نیستم که دست رو زنم بلند کنم. من؟ من عاشق، من تسلیم، من تنها. بله بله، حق با شماست. من خب یه کمی عصبانی بودم، میفهمید که خب آدم بعضی وقت عصبانی میشه، کنترلش از دست میده. تو این شهر، تو این شلوغی، تو این خفقون، تو این همه فشارهای عصبی، خب طبیعیه که خب منم آدمم. اینقدر وکیل وکیل نکنین آقا، من از چی میترسونین؟ قانون؟ محکمه؟ قانون من عشقه، عشق که متاسفانه شما چیزی ازش نمیدونی، چون تو کتابای شما نوشته نشده. من طلاق نمیدم. کات. محمد آقا کجایی؟ نیما جان ایوالا، این کاره دیگه بابا، کارش هم نمیشه کرد. حالا در من؟ اساسی. خب مثل که این داره خفت میکنه ها؟ آره یه ده بیست سالی نزدین دیگه، یادمون رفت کرواتم جزو البسه. استاد ببخشید نیما جان، ایزه دارم این باشه چیزا جان، ماه شو ماه. آقا اگه میخوایی یه دور دیگه بگیریم، انرژیشو دارم. کجا رو بگیریم آقا؟ خوب شد میخوایی بزنم بشنم. چی رو خوب شد؟ انگار این پشت دوربین بوده. نه خوبه دیگه. شما سعید جان بپرس. سعید جان ببخشید آقای دادگر. همگی خسته نباشید، دست همه درد نکنید. از میلی دیدم تون لذت میبردم. آقا خسته نباشید. سرویس اول سعادت آباد و پونکه. نادر جان بجم جا نمونیم. اونجا چیکار میکنی؟ چه صورت رو پاک نکردی؟ ما این دمیده رو نمیگیریم. نه دیگه فردا شفته هم خسته. نمیشه امشب بگیریم؟ چقدر کار مگه؟ تو چرا دیگه این حرف رو میزنی؟ نور میخواد، کار داره. تمام دنیا کار فیلم 8 ساعته. تو ایرانیم ما. اینا از 5 صبح اینجا. تو هم که استراحتی میکنی این چهرت هم خسته است. آخه فرشب تولد غزال بود. از طرف منم بهش تبریک بود. اونه باش بهت خبر میدم. خود تو میسنی میمدی. تو دیگه سنت از این حرفا گذشته. دیگه به خرجش نمیره. قربونت برم. جان. دست شما در نمیم. قربونت برم. خدافز. خدافز. ماشالله چه انرژی داره تو این فیلم، اصلا جوان شده. منم یه زن جوان میگرفتم میشدم اسفندیار مال دیش. این پشت سر هم دیگه حرف زدن ها تمومی نداره تو سینما. طاقتونو نبینم. بابا تو اصلا نمیگی رفیقی داشتی، خاطراتی داشتی. جونتو ها فرصت نمیکنم سر به مادرم بزنم. خدا حفظش کنه جونتو. بابا مثلا ما اینجا روزنامه داریم، قلم میزنیم، میبریم بالا، میاریم پایین. من که اهل مصاحبه این حرفو نیستم. من اهلت میکنم. سلام علیکم. من شما استم. این تیتر خوبه؟ نه بابا بزن هدیه یه کریمی ازدواج کرد. یه سالی که ازدواج کرده. بزن طلاق گرفت. جدی؟ آره. اول مطلب بنویس شنیده شد، بعدش خودت آب و تابش بده و برو تا پای طلاق. نه بابا این کارا رو نکنین، آخه چرا به زندگی خصوصی هنرمنده دخالت میکنین؟ روزنامه باید زنده باشه. برو تو. پرتنش، جنجالی، شفاف. به چه قیمتی؟ آبروریزی؟ دروغ؟
آبرو ریزی کدومه؟ تبلیغ واسهتون میکنیم باز هم طلبکاری. الله سلام آقای دادگر. سلام علیکم. خوش اومدید. آقا این ستون خانه سینما هنوز خالی ها؟ یه مطلب بنویس در مورد بیمه هنرمندان. میگن هیئت مدیره خانه سینما حق بیمه اعضا رو بالا کشیده. نه نمیست آقا، چی رو بالا کشیده تا؟ تو چیکار به این کارا داری؟ خودتی بیمه ای؟ آره. بیمه کجا؟ اداره تا. خب ما میخواییم بگیم پول بیمه اهل سینما رو خوردن. نه خوردن. ما مینویسیم که یه همچی خیالی هم به سرشون نزنه. بده؟ تو اینجوری نبوده تا؟ تو هم اینجوری میشی. همه منتظرن، کلی هم پشت خط دار. ببین من کاری به هنر و تعهد فرهنگی و تهاجم فرهنگی و راندخاری و این حرفا ندارم. اصل خواننده ها. مردم زنگ میزنن، سوال میکنن، عشقت کشید، جوابشونو میدی. جواب ندادی، ما خودمون جا جواب میدیم. خب وقت که چاپ میشه؟ فردا، میبتو بخواه. همین فردا؟ آره چی فکر کردی؟ عصر کامپیوتره. اینجا عکسه کنی، اون ور دنیا ایمیل بزنن، عافیت باشه، کجای کاری؟ اینه نشیتون؟ 8 ورق تمام رنگی، ورزش و سینما، عجله کنی. همه شم جاقم باقام. تو راستشو بگو، خوبه؟ این تو الان خودتی؟ خودشو. حاضری دیگه؟ تقریبا. فقط تلفن طولانی نشه، جوابا کوتاه، جنجالی، شفاف. بفرمین. الو، آقای نیما دادگر؟ بله، بفرمین. آقا سلام. سلام از بنده است، بفرمین. آقا ما خیلی شما رو دوست داریم. نظر لطفتونه. سوالتونه بفرمین. من و دوستام یه شرطی بستم، خیلی مهمه. چه شرطی؟ میخوام ببینیم شما قرمزین یا آبی. والا من طرفدار تیم ملی هم، قرمز آبیش هم برام فرق نمیکنه. آقا نیما دمت گرم، خیلی باحالی. قربون شما، شما خیلی باحالی، خیلی ممنون. دیدی؟ سخت بود. اکشن. نوشره جان این چایی چی شد؟ اکشن. چشم. علی آقا چایی؟ بله. الو. بفرمی. آیه دادگر؟ خودم هستم، بفرمی. ببخشید الان مشغول چه کاری هستین؟ یه کار سینمایی به اسم خاکستر عشق، کار آقای سمیعی. خانمتونم تو این فیلم با شما همبازی هن؟ خیر. دیگه بازی نمی کنن؟ فکر نمی کنم، بستگی به نظر خودشون داره. شاید شما مخالفت میکنین. من مخالفتی ندارم، خودشون دوست ندارن. من مطمئنم که خودشون دوست دارن، شما نمیذاری. شما سوال دیگه ای نداری؟ چرا؟ خانمتون میدونن شما قبلا یه بار ازدواج کردین؟ بله میدونن. از همه چی هم خبر دارن؟ از رازی که تو زندگی شما؟ شما دارین منو وادار میکنین این تلفن رو قطع کنم. مطمئن باشین دیر یا زود غزال همه چی رو میفهمه. شما کی هستین؟ من یه مزاحمم. کی؟ از گروه فیلم برداری زنگ زدم، گفتم فردا شب ساعت 12 باهات کار دارم. دست درد نکنه. شب کاریه؟ شب و روز و قاطیه. فردا شب اینجا مهمونیه، مگه بهشون نگفتی؟ غزل تو خیلی خونه داری و من اصلا فکرشو نمی کردم. بله؟ الو، بفرمایی. چرا حرف نمی زنی؟ کی بود قضا؟ مزاحم. از رو هم که نمیره، از سر شب تا حالا این تلفن چهارم میشه. تو
بیش از این بحر چی تو الهه نازی در بزمم بنشین من تو را وفا دارم بیا که جزی نباشد هنرم این همه بی وفایی ندارد زمان به خدا اگر از من نگیری خبر نیابی اثرم نیابی اثرم. ایوالا آفرین. من همین سر شب میخوام یه کادو رو وا کنم که خیال همه راحت بشه. خود غزال میبینه. ما باید ببینیم. اوکی بدیم، پاراب کنیم، تحویل بگیریم، تحویل بدیم. آقا ما باید ببینیم. ببین، یالا. عجی، مجی، لا ترجی. کی میدونه این تو چیه؟ کی میدونه این تو چیه؟ کی میدونه مالکیه؟ کی میدونه این تو چیه؟ کی میدونه مالکیه؟ هر کی چشه شوره نگاه نکنه. دستمزد یه فیلم رفت. دستمزد یک لوزاپه. ببینم. وای خیلی قشنگ نیما. من اصلا خب غزال تولدت مبارک. مرسی خانم تولدت مبارک. زیبا تولدت مبارک. غزال تولدت مبارک. غزال جان یه رخ بده این بر یه رخ بده دوتا فیل بگیر. تو این جمع وصله ناجوری ما. چرا؟ خب یه نگاه بهشون بندار میخوام بزنم برقصم تو رو در روزشی ما موندم. بله الو گوشی اینجا خود سر صدا من نگو دوست دارم که باورم نمیشه نگو فقط تو رو. من هنوز متوجه نشدم شما کی هستین. منم دیگه مزاحم. مزاحم؟ همون که دیروز باهاتون صحبت کردم. زنگ زدم تولد غزال رو تبریک بگم. شماره اینجا رو اکی گرفتیم. چه شلوغ پلوغ مهمونیه. هنرشام هستن. گوش کن خانم، من اگه اون روم بالا بیاد کار درست میدم. فعلا بگو کمتر سر صدا کنن یه وقت مامورا نریزن اونجا حالگیری بشه. چی رو بریزن؟ چی میگین؟ نیما شب بخیر. کجایی تو؟ انگار تولدمه ها. باز چسبید به این تلفن. ببین نه به خدا جناب سرمان تولد بچه‌مه. مهمونا شیطنت کردن یه خود سر صدا را انداختن جوونن دیگه. شما مهمونه دارید، همسایه بغل شما ممکنه مریض داشته باشه. خدا شفا بده. چشم، من الان تعطیلش میکنم، شما خیالت راحت باشه. شما شام بر کردین؟ ممنون. ایشون چی؟ ایشون خورده. شما بفرمایید. من از سایه برمیگردم. شما برای چی اومدی پایین؟ شما بفرمایید بالا. کجا بودی؟ جلسه گذاشتی باهاشون؟ خانم شما دیگه شلوغش نکن. یه امشب تو از تنمون در نیارم ول نمی کنم. خانم آروم باش بذار من کارمو بکنم. زنونه مردونش کنیم، خانم ها مانتوهاشونو بپوشن. خانم از دم پنجره بیه کنار، نگاه کردن نداره. این پسرای کی با من ژل فرستاده دم در؟ آقا بذار من خودم برم باشم. نه نیما جان، ببین تو برو بالا استراحت کن. نه بفهم خونه توه بدتر گیر میدم. نه نوکرتم. ببین خوبه. آره کم نباشه میوه هم هست. میوه خور نیستن شما بفهم تو.
آی چی شد؟ آره قربونت، امشب استثناءن 15 تا غذا اضافه میاری، خیمه و کوبیده نباشه فقط. تو این هفته زیاد خوردم، داغتو نبینم. چی شد آقا؟ خبر نیست آقا، بفهم آقا، خبر نیست آقا، بفهم، بخواهش میکنم. سلام آقا. سلام آجی، چه خبر؟ سلامتی، به موقع اومدی. چیزی هم گرفتی؟ اختیار دارید، مگه میشه بدون شما؟ شما بفرمید. سلام شما. من باید پارکش میکنم. سلام آجی جو، همون لباس که گفتی تنم دستم بشه. بعدای تو بشم برای تنم گفتی بارون میگی. بارون میگی بارون میاد بخوام خیس نشی. این پروبش بگم برای چرت چت بهم نمیگی. ببین ما که وقت نداریم، یکم کار داره، یکم کار داره بود به تو. نه میشه دقیقه 90 وسط خیابون. آقای دادی لطفا سلام میره. آقای خواهش میکنم آروزه. مرسی. مرسی که این چوچه. چه جاله؟ مرسی. مایکی بود؟ آقای دادی نقش اول شما؟ بله. شما چی چی بود؟ آقا برو کنار. خانم عکس نگی. بفرمایید. رد کن اینا رو. من هستم. بفرمایید. 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 خواهش می‌کنم. قشنگ‌ترم می‌تونیم به من بابا از سر شب تا حالا کچل کردن ما رو. تو بی خیال چه تشکیلاتی رو انداختی؟ این همون شبیه که شما اومدی با چیزان تو بزنی دیگه. یه تفنگ شکاری برات گیر آوردم عروسک. این تو اندق منو کلاغه دیگه بعد کنی. سلام آقای من. سلام نیما جان، ممنون که به موقع اومدی. خوش گذشت. ای جا خالی بود. تا گیریم کنی ما هم آماده شدیم. سلام سعید جان. سلام حسین جان. گیرت میارم. این مردک چرا سیف رو انداخته؟ همینه دیگه آقا، حالی بود چه نیست؟ گیرت میارم. خیابون خداست، مردم حق دارن تو خیابون باشن، کاری نمیشه که. آره همه حق دارن جز ما. ببخشید. خواهش میکنم. دست شما درد نکنید. میرم لطفاً. آقا قابل شما نداره. ببخشید. میشه یه دونه برای خودم امضا بکنید؟ من رو اسکناس نمیتونم امضا کنم. من دفترم قرون دستم. خواهش میکنم. اسم شریفه؟ پور نعمتی هستم. محمد رضا. بله. سلام، صبح بخیر. سلام، صبح بخیر شما. مثل اینکه هر دفعه باید خودم معرفی کنم. منم مزاحم. خانم شما خسته نشدی؟ بستت رسی؟ شما کی هستی؟ چی میخوای؟ نه ترس، میخوام ببینمت. بهتره قبل از اینکه غزالی چیزایی رو بفهمه ما همدیگر رو ببینیم. چی رو بفهمه؟ من چیزی برای پنهان کردن ندارم که بابتش به کسی باج بدم. بفهم. او انقدر مطمئن نباش. فکراتو بکن. من دوباره تماس میگیرم. بابا. کی بیدار شدی؟ سلام. سلام. مگه صبح از سر کار نیومدی؟ زنگ تلفن میدارم. کی بود؟ مزاحم. همون دیشبیه؟ جالبه که با من حرف نمیزنه. به خاطر تو زنگ میزنه. فقط به خاطر تو. دست برده بروسه برد. چی
حرکت. مخابرات آشنا داری؟ خیلی انشالله. موبایل دولتی میخواد؟ نه بابا، میخوام شماره هم عوض کنم، یعنی این خط بدم و یه خط دیگه بگیرم. برای چی؟ موضوع تلفنی دارم. خط عوض کردن نمیخواد. شما تشریف بری مخابرات منطقه یه شکایت مینویسی، اونا تلفن تو کنترل میکنن، طرفو که گیر آوردن تلفنش قطع میکنن، اگه تکرار بشه میکشونیمش دادگاه، پدرش هم در میاد. نه آقا، من نمیخوام شلوغ بلوغش بکنم ماجی، از این چیزا همیشه هست، فقط این یکی کلافه هم کرده. زنه یا مرده؟ یه دختر جوونه. خدا نصیب کنه. چی میخواد؟ میخواد منه ببینه. خب باش قرار بذار. مطمئن شدی که سر قرار میاد؟ منم میام. وقتی خانم تشریف رو برده من میدونم چیکار کنم، بسپرش دست من. من دارم جدی حرف میزنم حاجی. مگه من شوخی دارم؟ من باید برم بنیاد، نهار میمونی بگم برات بیارم. سلام. کسی اینجا؟ غریبه نیست، بیا تو. السلام آقای صابری. سلام علیکم. خانم شما چطور شده؟ عجب. والا ما که تازه اینجا بودیم. این خانم دستوردار نیست. خیلی خوش اومدید. دلم شور میزد، گفتم بیاییم ببینیم قائله ختم شد یا نه. آره ختم به خیر شد. بیا بشین ببینم. هی میگن سیمرغ گرفتی، شاخ قول شکوندی، بیا ببینم چی تو چنتته. افشارت هم بسته قبول. شما مرار بچیم، از سای خدمت میرسم. چایتون سرد نشه ماما. الو الو، از صبح تا حالا این دفعه صدا میشه، کلافم کرد. خب تلفن بکش بابا. نمیشه که، ممکنه با آقا نیما کار داشته باشن، از استودیو، نمیدونم روزنامه ها، رادیو، تلویزیون. نه خانم، آقا جون درست میگه. تلفن بکش، اگه کسی کار داشت زنگ میزنه به موبایل. این یکی مثل اینکه شماره موبایلتو نداره. آقا جون یه چیزی بخورین دیگه، حتما بعد ازتون پذیرایی کنم. میخوریم. بله. سلام آجی، حالت چطوره؟ ببین آجی، من تازه رسیدم، میخواستم بهت زنگ بزنم. من این قرارداد باید تو خونه بگردم پیدا کنم، واسهت از روش بخونم که خودت بفهمی نقض قرارداده. چی غزال؟ چرا انقدر تو همی؟ این تلفن ها اعصابم ریخته به هم. خب نیمو یه آدم معمولی نیست دیگه. معمولی نیست یعنی چی؟ یعنی من نباید بفهمم کی مرتب بهش زنگ میزنه؟ آره کنار کیوسک روزنامه فروشی. منم از صدقه اون نکاری. نه نگران نباش، میام. باشه تنها ماشینمو که میشنسی. باشه خدافز. این لباس رو تنه نمی کردیم نمیشد، مسئولیت داره بابا. آجا لباس فیلمی آی کارگردان، بنده رو نقش پلیس فینال انتخاب کردم، ما هم داریم تمرین میکنیم. به همین سادگی؟ ما که خلاف نمی کنیم، داریم کار خیر میکنیم. نمیگم بهت شک نکنه، نه ماشینی، نه آژیری، نه اسلحه‌ای. ماشین پلیس که هنوز نامش نیومده. اسلحه ولی کمرم زده به سرت لطیم. نیما جان قلابیه.
ببین لطیف، نمیخوام سر و صدا بشم. اگرش انداختیم نمیخوام کسی بویی ببره، نه زنم، نه بر بچه های گروهمون، نه خبرنگارم، اصلا هیچکی. بابا شما قضیه رو خیلی جدی گرفتی. جدیه لطیف، یه خود حواستو جمع کن، یه مشخصات بده ببینیم چه شکلیه. من هنوز ندیدمش مرد حسابی. از هر دختری اومد جلو من دست به کار شم. آره دیگه، وقت میای سری؟ از همین آژانسی ماشین میگیرم تا 5 دقیقه دیگه پیشتم. فقط شما سعی کن معطلش کنی. اینم خودش سوژه ایه ها. زن و بچه داریم. غزال، کجای غزال؟ خونه ای؟ اینجا پای تلویزیون. تلویزیونی؟ ساعت چنده؟ این چیه داری میبینی؟ تو باید به این سوال جواب بدی. که منم که نماشنم. کجا آمده؟ یکی اینو برات پست کرده، همین نیم ساعت پیش آوردم با پست پیشتاز. کی پستش کرده؟ این سوالم خودت باید جواب بدی. قرار داشتی اینجا؟ با این دختره قرار داشتی ها؟ تیپم زدی ها؟ چی دارین هی به هم میگی؟ قضیه این فیلم چیه راستی؟ این فیلم تسته. تسته چی؟ ادا اصول سمیه دیگه. بعضی از صحنه‌ها رو با دوربین ویدیو تست میگیره، حال هوای کار که در اومد فیلم برداری میذاره. حالا چطور شده؟ خوب شده؟ پلیس هم که اومد. پلیس اتفاقی اومد، دوربین مخفیه دیگه، کار مستند در میاد. یه روز منو ببر سر فیلم برداری.
غزال نیستی؟ شام منتظرت بودی. بی خبر بودم میشه میای اینجا من دنبال خودت میکشون اینا رو میندازی تو زحمت منم که شام بخور نیستم. خب خانم صابری آقای صابری چطور نیستن؟ امروز مامان اومده بود خونه ما. چه خوب. من رفته بودم کلاس مامان مونده و پردهامو دوخته. متوجه نشدی نه؟ چرا درسش درد نکنه؟ کنون پرده؟ متوجه چیز دیگه هم نشدی؟ چرا؟ یه تاسیگار ماتیکی. آخه یادداشت تو درست بغل جاسیگاری بود، انگار می‌خواستی تاثیرگار رو بهم نشون بدی. کورم بود می‌فهمی. تازه چه خبر؟ مامان سیگاری شد یا تو؟ اون تاثیرگار من یه زن بود. کی؟ نمیدونم. یکی از دوستای تو یا شاید هم دوستای من. خب کی؟ من که ندیدمش. موقعی که مامان خونه ما بوده اومده. بازیت چی خانم صابری؟ بخش من یه خود قاطی کردم. امروز غروب یه خانومی اومد با شما کار داشت. خب خبرنگار بود انگار. خب تو این گرما تشنه گشته پای اف اف. خب دلم سوخت تعارفش کردم اومد بالا. خیلی خوب خانوم ازش پذیرایی کردم. نیومدی؟ رفتش همین. هیچی نمیخوای بگی؟ چی باید بگم؟ گفته با تو قرار داشته. خانم شما برای چیه دختر غریبه رو خونه راه میدین؟ ببخشینا. خب دوستتون بود. دوست کدوم عزیز من؟ شاید دوست باشه، شاید نقشه ای داشته باشه. والا تو خیابون پر دخترهایی که تو کیفاشون پنج بکس و چاقوس باندن. اینا من این روزنامه رو شما نمیخونی؟ خواهر که در زد گفت دوستشونم که آدم نباید در روش باز کنه که. نگفته دوستشونم، گفته دوست توه. خانم صابری چه قیافه ای داشت؟ شما که به هر حال امروز باهاش حرف زدین، میگین ازش پذیرایی کردین. دقیقا بس من توضیح بدین ببینم چی میگفت، چی میخواست. شما چرا منو سینجین میکنی؟ سینجین نمیکنم خانم. از زور اومدم خونتون پرده دوختم، سبزی پاک کردم، سبزی خورد کردم، فریزرتون پر کردم، از مهمون پذیرایی کردم، بدهکارم شدم. خوبه والا. چیه؟ برو بریم بابا. چیه بابا؟ چرا همتون داغ کردین؟ بعد بوق این سوپر استار اومده خونه ماها. شما چته؟ هر وقت فیلم برداری داره همینه دیگه، عصبی و بی‌حوصله. سلام نیما جان. سلام از من. چطوری عزیزم؟ حالت خوبه؟ بیا در بیش، بیا بشین عزیزم. شرمنده. حالا چرا خونه قرار گذاشتی؟ جا نداشتی؟ شوخی کردم بابا. پیژامه بدم. همه چی هم ردیف ها. نه من باید برم. من عصبیم، بی‌حوصله‌ام. قبول. تو آروم باش، حوصله کن. تا که؟ تا وقتی این فیلم تموم شه. این تموم شه، بعدی شروع میشه. این اون زندگی نبود که من دنبالش بودم. به خاطر تلفن های دختر دیوونه؟ تا حالا که دوز چاقو کش بود، حالا دیوونش هم کردی؟ یه چند رو برو سفر، یا لااقل برو خونه مامانینا بمون. هم از شر این تلفن های لعنتی خلاص میشی، هم از تنهایی و فکر و خیال میای بیرون. منم یه هفته سر وقت و با انرژی برم سر این کار، این فیلم تمومه. بعدش هم با هم میریم هر جایی که تو بگی، تا هر وقتی که تو بخوای. اگه این راضیت میکنه باشه، تنهات میذارم.
سلام پدر جان. سلام آقای مهندس. امر میخوام یکی از آپارتمانای طبقه بالا رو ببینم. فروشی دیگه. کدوم طبقه؟ دومی سومی. ظاهرا اینا خالیه. خالی هست ولی فروش رفته. پرده های پشت پنجره رو ندیدید؟ اینی که درست مشرف به دکه روزنامه فروشیه انگار طبقه سومه، وسطی، پرده نداره. اون مال آقای پاینده است. پاینده؟ رفت امریکا، دست فروش هم نداره. اجاره چی؟ 145 متر مفید، پرت نداره. پذیرایش آفتابگیر نیست. عوضش پنجره ها رو به پارک با میشه. سبزی میبینی و صفا. چه خوب. دکه روزنامه فروشی هم که دم دست. قیافه شما برام خیلی آشناست. بچه مچه نداری این پاینده؟ پسری، دختری؟ اگه دخترش اینجا میاد میره بهتره با اون صحبت کنه. پاینده اصلا زن بچه نداره. یه برادری داشت که پیشکار دایی فرح بود. خدا بیامرزدش. یعنی هیچ که اینجا رفت آمد نمیکنه؟ فقط من کلید دارم و برادر زادش. اونم که چند وقته رفته سربازی. نمیدونم اینا رو واسه چی به شما میگم. من قیافم خیلی آشناست. آره یه جای دیدمت. مهندسم نیستی. کارتون انجام بده. خیلی طبیعی. خانم آیری حاضری؟ بله. ببینید خانم آیری، اتومبیلتون خراب شده. قدم میزنین، به ساعت نگاه کنین، منتظر اومدن همسرتون هست. بله متوجه شدم. به مسیر اومدنش هم نگاه کن. چشم. کلافه اینا؟ بله خیلی کلافه. خب میگه سعی جان حاضره؟ بله آقا باش پهم میکنم. آره دیگه قدم میزنه، باش برو بیا. کادر رو حفظ کن. بله حاضریم آقا. صدا؟ برداشت یک، صدا رفت. دوربین؟ در حرکت. کات محمد آقا بود بود رفت باش رفتم برگشت باش برگشتم داشتم اشتی خسته نباشی. قربون شما. اتومبیل امداد خود رو آقا تو کات بود دیگه. بله آقا، هم خودش، هم تابلوش، هم تلفنش. امری دیگه ندارین؟ داغتون رو نبینم. بگین آقای دادگر بیاد. اومدن. دوباره سلام. همگی خسته نباشین. در خدمت. نیما جان کتو بپوش، الان پلان توه. سوار اتومبیل میشی، از اون رو به رو میای. یه تمرین میکنی. چش. دوربین رو بیارین. عرض ادب خانم. سلام کردم، شما متوجه نشدی. آقا سلام. سلام، خوش اومدید. داغتو نبینم. منم همینطور. این صحنه تو فیلمنامه نبود؟ بود، این شکلی نبود. اسپانسر گرفتیم. چی؟ یعنی قراره یه مایه به ما بدن، هم برای اونها تبلیغیم، هم کار ما رو میفته. صحیح. آقا مجید دقیقه 90. جونم به دم پلان گرمم، عرق میکنم. عادت گرم. جونم با خونه تماس بگیرم. چطور زنگ زدم مگه؟ مثل اینکه خانومتون بودم، باهاتون کار واجبی داشتم. خانومم؟ خونه بود؟ بله الان تماس گرفتم. چطور به این زنگ زدم؟ اینکه روشنه که. الو غزل تویی؟ نه عزیزم، منم. کجایی تو از دیشب تا حالا؟ تو اونجا چیکار میکنی؟ دارم اینجاها رو مرتب میکنم. نمیام. کسافت. کسافت! نمیدونم یه دفعه دیوونه شد انگار. سر باز بهت گفتم موبایل سر صحنه خاموش. Thank you.
آزاد تو اینجا چیکار میکنی؟ خونمه. نباید میومدم؟ نه آخه من چند دقیقه پیش اینجا زنگ زدم. من دیر رسیدم. کی اینجا بوده؟ نمیدونم. اینا چیه؟ بزن دیگه، بوی عطرش هنوز میاد. ببین تو داری اشتباه میکنی، همه چی روشنه. خیلی بی‌معرفتی نیما، خیلی. بابا اون فقط یه مزاحمه، یه مزاحم عقده. مزاحم من بودم که بعد میرفتم خونه مادرم. کجا یه دقیقه بشین تحمل کن، بذار من همه چیز رو برات بگم. تحمل کنم؟ چقدر؟ تا کی؟ خیال میکنی من بچه هم نمیفهمم، نمیبینم؟ این کیه که زنگ میزنه با من حرف نمیزنه اما تو باش حرف میزنی؟ بابا من حاضرم ده تا شاهد بیارم که از دیرو تا من توی خونه نبودم و تو باید باور کنی. من فقط چیزی رو باور میکنم که چشمم میبینه. به خاطر تو با خونه آدم در افتادم، همه خواستگارم رو رد کردم، شدم مسخره فامیل، همه گفتن رفته زن باباش شده، همه غلط کردن، شهرت گورش کرده، گفتن سینمایی ها فاسدن، گور باباشون خندن. وای همه چی وایسادم، چون دوستت داشتم. منم دوستت داشتم. قید همه چی زدم، با همه دوستم قطع رابطه کردم، چون فکر میکردم ارزشش رو داری. غزال وایسا، وایسا غزال، تو باید به حرفای من گوش بدی، بعد هر جهنمی که خواستی میتونی بری. از سر رام برو کنار، دیگه نمیخوام ببینمت. حرفی هم اگه داری به پدرم بگو. بری پیدات میکنم، اون وقت یه بلایی سرت میارم که یادت نره. از تو برمیاد. حالا خوب گوش کن، میخوام به غزال بگم سر زن قبلی چه بلایی آوردی. ماه رو خود تو کشتی، بعدش هم پارتی بازی کردی و پرونده رو مالوندی، ولی من رو میکنم. حالا برو از تو کشوی تلویزیون، دست راستیه، یه هدیه برات گذاشتم، برو برش دار. اومدی؟ راحت اینجا رو پیدا کردی؟ ها؟ ببین من اینجا دست به سیاه‌سفید نزدم تو خودت بیای بچین. اولا باید اساسیه رو ببین، مبلا ببین قشنگی نه؟ بیشی؟ لابد خیلی گرونه. چیکار کردی نیما؟ راستش فروشنده من شناخ، یه خود بهم تخفیف داد، یه خودشم چک گرفت حقیقتش. خیلی خوبه مفروش ها میان تات. آره عالیه. بازیگرها رو میشناسن. آره دیگه. کلی هم تخفیف میدن. حتما ادیب شهریاره تو دیده. حتما. اما نه اونجا شناخته نمیشدی با اون گیریم و با اون لباسا و ها. یادم اومد. ارسیه ایرونی رو دیده. اونجا عین خودت بودی. خوش قیافه، مهربون، دروغگو. خیلی خوب. قرض کردم الان چی؟ چرا؟ برای چی خودت انقدر گرفتار میکنی؟ خب میخواستم یه تغییری تو زندگیمون بدم.
والا یه خود رنگ، یه خود روشنی، یه خود گل. گلدونامون چی شدن؟ گلدونامون رو نیاوردن. خوش شدن. همون بهتر که نیاوردن. خب بگو تو بهتر. واسه همون کادو میارن، واسه چی رو میکنی؟ چی دیگه فراوان گلدون. آشپز خونه اوپن رو داشته باش که نداشتی. این اتاق بزرگه میشه اتاق خوابمون. نورگیر کمدم داره. چی میگی؟ نه، چی میگی؟ حالا بینجا بینجا یه بیه دیگه بیا این وریه اتاق کار منه. بالاخره من برای خودم یه اتاق کوچولو میخوام دیگه، برای تمرینام، خوندنام، خلوازیام، تنهاییات، خلوت کردنات، بدون من بودنات. این دیگه زیادیه، ما که همچه خونه احتیاج نداریم. بالاخره اینم اتاق دیگه، یه وقتی دی به درد خورد. تو هنوز امید داری؟ آره؟ آره. نیما، من بچه دار نمیشم. ماروخ، هیچ چیز قطعی نیست. قطعیه، خودت هم اینو خوب میدونی، برون نمیاری. حالا با بچه میخوایم چی کار؟ فکر کن میونه این همه اساس و خرته پرت دوتا توره هم داشتن ونگوون میکردن. بچه میخوایم چی کار؟ دروغ میگی؟ تو بچه میخوای؟ تو بچه دوست داری؟ خب آره، ولی برای مهم نیست. این خونه، این اساسیه، هیچ کنون برای مهم نیست. فروشنده ها منو نشناسن به درک. تو منو بشناس. من ادیب شهریار نیستم، من شوهرتم، رفیقتم، نوکرتم. تو من بشناس. تو برام مهمی، فقط خودت. از این پیله که دور برات گرفته بیا بیرون، بشکن. یه سیگار بهم بده، خواهش میکنم. برداشت چهار، صدا رفت. دوربین حرکت. ببین شیرین جون، اصل اختلاف من و تو سر دخالت‌های بی جای مادره. بعد از 10 سال زندگی هنوز ایشون باید برای ما تصمیم بگیره. نشد که من نمیتونم. مادرمه دیگه، اگه اونم نداشتم که تا الان دخ کرده بودم. خب بنده چی کارم؟ شما مثلا چی کم داری؟ بشکن. چی کم دارم؟ میگم خوش به حالت که شوهرت پول داره. چه پولی، چه کشکی. 10 سال شبا چشمم به در بود، گفتم الان میاد، نصف شب میاد، دم صبح میاد. اینا رو همه رو گذاشتی به روز دادگاه، اینا رو یادت دادم. منم اون که میخواستم از زیر بلیط اونو درت بیارم برای خودت مستقل شی. من از وقتی که زنت شدم استقلالمو از دست دادم. ببین شیرین، تو داری یک کار تاعت احمد آقا، چایی. چه اتفاقی افتاده نیما؟ در چه مورد؟ سرویس میاد عقبت، ردش میکنی، با چند ساعت تاخیر میای، دیالوگ یادت میره، تمرکز نداری، باورم نمیشه. نیمی از تو نمیتونم قبول کنم. حرفا چیه کوروش؟ من کوچیکتم. فقط یکی دو روز تعطیلش کن، یعنی یه جوری نمیدونم، منو به حال خودم بذار. مشکلی که با غذا پیش نیومده؟ نه، هنوز. میدونی ما برچی از سینما خوشمون میاد؟ برای رنجی که به خاطرش میکشی، یه رنج شیرین. بعضی وقتا از زن و بچه و همه چیز توی دنیا مهمتره. سینماست دیگه، یه عشق. اولش آسون، ولی افتاد مشکل ها. سلام خانم سابری. سلام، امری داشتین؟ عرضی ندارم، اومدم دنبال غذا.
فکر نکنم دیگه تو خونه برگرده. تو که میتونم بیام؟ آره مسئله نیست، چاهی که آب نداره باید پرش کرد. چاه کدوم خانم صابری؟ این قنات آبشم زلال، این غزال بیاد. اتفاقی که نباید بیفته افتاده، از دست منم کاری بر نمیاد. اینجور مواقع بهترین راه حل جداییه، شما که روشن فکرین. اتفاقا اینجور مواقع بنده امولم، فناتیک، عقب مونده، برای همینم اومدم دست زنمو بگیرم و ببرم. شما خواهش میکنم خودتون قاطی نکنیم. دختره دست گلمو دادم دست یه سال نشده برش گردوندی، حالا خودمونو قاطی نکنیم؟ حالو گیره برده ما رو. غزال، غزال، اومدم دنبالت. صداتو بیار پایین. اینجا استودیوم فیلم برداری نیست، اینجا خونه است، صابخونه‌ش هم منم. پس لطفاً بهش بگین اگه تو فردا صبح نیاد. تو فردا نیاد چی؟ طلاقش میدی؟ اون تقاضای طلاق کرده، وکیلم گرفته. تقاضای طلاق؟ بله. غزال؟ از من؟ بریم بیاد خودشینو به این بگه، تو چشام زل بزنه بگه من طلاق میخوام. اون حرفاشو با تو زده، ما هم هیچ واهمه ای از اسم و رسم و دک و پوز تو نداریم. صابری بذار حرف ما بزنم. خانوم وکیل براش گرفتم، دوم کلوف توپ توپ. گردن من از مو نازکتره، من از وکیل و قانون نترس. عشق میدونی چیه صابری؟ چیزی از خاصیتش شنیدی؟ من عاشقم، پشتمم قرص. من غزالو طلاق نمیدم. من طلاقشو میگیرم. روز بخیر مادر زن عزیزم. روز شما هم بخیر. بفرمایید. وکیلتون بگیم با من تماس بگیرن، منتظرشون. Thank you.
ببین نیما، بین من و تو هر اتفاقی افتاده هیچ ربطی به پدر و مادرم نداره. خوب شد زنگ زدی. یه قلم کاغذ بردار، این آدرس رو یادداشت کن. چرا اینقدر آروم حرف میزنی؟ کجایی تو؟ فرصت زیادی ندارم، خودتو برسون. مگه چه اتفاقی افتاده؟ اونجا کجاست؟ ببین اگه قراره قبل از دادگاه هم دیگر ببینیم جاش اینجاستا. روز بخیر آقای دادگر. میشه یه امضا به من بدین؟ میدونستم پیدا مون متصاب میکردم. چقدر دیر؟ دو تر از اینا متصاب بودم. کی هستید؟ من نمیشناسی؟ یادت نیست؟ آقا نیما من خیلی دوستت دارم و همه خونم پر از عکساته. یه روز بعد بیای ببینی، یه پارتی بازی واسه هم میکنی؟ میخوام هنرپیشه بشم. یادت نمیاد؟ من نوید پاینده هستم، 25 ساله از تهران، عاشق سینما و بازیگری. چون عاشق بازیگری هستین فکر میکنین که باید هنرپیشه بشین دیگه؟ والا خب هر کاری بالاخره عشق میخواد، همینجوری که نی، مخصوصا کار سینما و بازیگری که دیگه. شما من خودتون عاشق نیستین؟ استعداد چی؟ استعداد نمیخواد؟ میخواد، استعدادم میخواد. اتفاقا من برای همین خدمت رسیدم، آقای دادگرم لطف کردن. من استعداد تقلید صدا دارم خودم. کی؟ صدای کی؟ مثلا آلن دلون. آلن دلون میخواین اجرا کنم؟ اجرا کنیم با اجازه. ایزابل تو یه پستی. ایزابل
من هرگز تو رو نمیبخشم. تو منو بچه ها رو تنها گذاشتی و رفتی پاریس. پاریس دنبال خوشگذرونیای خودت. حالا برگشتی و میخوای با ما زندگی کنی. نه ایزابل نه. باید برو. برو پیش فرانسوا. دیگه نمیخوام ببینمت. برو گم شو. ببخشید. جان وینم برادم اجرا کن. با اجازه. ببین جو، این طلا اونقدر ارزش نداره که من بخوام جونم رو واسش بدم. خودت میدونی که کلاغه واسه سر من جایزه گذاشته. من برمیگردم داچ سیتی. شما هم زودتر جلو پلاستون رو جمع کنین و برین آریزونا قبل از اینکه آپاچی رو گیرتون بیارن و پوست سرتون رو قلیفتی بکنن. این هم ازش. ایوالا خب، ایرونی ها رو بالگره ایرونی چیزی بلد نیستین؟ بله قیصر، بهروز یادش رخه. من که مستم تو شاک، آخه تو چی خیال میکنی؟ ننه خیال میکنی کسی هم مردن ما ناراحت میشه؟ نه ننه سه دفعه که آفتاب بیفته سلام و تیفان رو سه دفعه که از اون مقربا بخونن همه یادشون رفته که ما کی بودیم و باز چی مردیم همونجوری که ما یادمون رفته. ماریالا عده منم برای ندر بیاری؟ اختیار راست شما که عدا نداری عزیز من. ببخش. خب خانم صابری 22 ساله دانشجوی رشته بازیگری سال آخر. اون وقت تجربه بازی هم داشتین شما؟ جلو دوربین که نه ولی تئاتر کار کردم. البته کار دانشجوی بیشتر با هم کلاسی ها. شما الان دارین یه چیزی رو تمرین میکنین؟ بله آنتیگون. آنتیگون سوفوکل. بله یه ماهی که دست گرفتیم نقش آنتیگون هم من کار میکنم. چه خوب، میشه یه قسمت از همون آنتیگون رو بر ما اجرا کنی؟ حالا هر قسمتی که خودتون خاطرتون میاد. بله اتفاقا متنش همرامه، همه جا همرامه. نوید اون متن بده به آقای اون پوشه آبیه رو. آنتیگون مرسی ترجمه این مسکوب بخونده هست. ببخشید پس اگه اشکال نداره شما کرئون رو بخونید صفحه 23 اونجایی که آنتیگونه روبروی کرئون وای میسته. به من میاد به بدیه کرئون باشه؟ نه نقش کرئون رو معمولا به بازیگره قدر میدن نه به مردای بد. کمم که نمیارینشون. من ببینید اصلا مسئله اصلی اعتماد به نفس. شما اگر جلوی دوربینم همینطور اعتماد به نفس داشته باشید 50% کار حل. آخه مشکل اون 50% دیگه است. تو با این چشم های فرو افتاده اقرار میکنی یا انکار؟ انکار نمی کنم. من این کار را کردم. اگر می توانستی صداهایی را که ترس خفه کرده است بشنوی می شنیدی که مردم مرا می خوانند. اما ستمگران از هر سعادتی برخوردارند و از آن میان از سعادت کر بودن نیست. در تبای تو تنها کسی هستی که چنین می اندیشد؟ همه چون من می اندیشند ولی تو دهانها را بسته ای. بگو بدانیم در یک کلام از فرمان من آیا خبر داشتی؟ البته که داشتم، همه دارند. تو چندان گستاخی که قانون مرا به هیچ میگیری؟ زئوس هرگز چنین نخواسته است. عدالت ایزدان زیر خاک چنین قوانینی را برای مردگان ننهاده است و من گمان ندارم که فرمان تو بتواند اراده مردی را برتر از آینه ایزدان بدارد. برتر از قوانینی که اگرچه نامدون است ولی هیچ نیرویی نمیتواند پای مالشان سازد. زیرا این قوانین از آن امروز و دیروز نیست. هیچ کس آغازشان را نمیداند. آنها جاودان هستند. سزاوار است که از ترس مردی شایسته عقوبت ایزدان گردم. حتی بدون فرمان تو برای مرگ آمادم و دیگر هرچه پیش آید برایم یکسان است.
اذیتت نمی‌کنه. دارم بهش عادت می‌کنم. بفرمایید دیگه. سلامت کردیم استاد. بله آقای داد سیتی، چطوری تو؟ مخلصی، حالت خوبه؟ خسته نباشی، قربونت برم. کمک نمیخوای؟ چرا این بچه ها رو نذار بیان جلو قربونت چنش؟ بگو ساکت هم باشن. ای والله چنش. بفرمایید خانم آقایون، بفرمایید نقم، بفرمایید پشت خواهد. کمک نمیخواد؟ بفرمایید. چرا آقا شما بیا کمک کنید، همه دوستان باید دارن اون ور. بفرمایید اون مزاحم کار نشین. بفرمایید سلام. خوبی؟ ممنون. چیه؟ مضطربین انگار. یکم. چرا؟ نمیدونم. تا حالا جلو این همه آدم بازی نکرده بودم. حس میکنم همه دارن منو نگاه میکنن. البته بعضیشون هم منو نگاه میکنن. شما زیاد نگران نباشید. تو رو خدا منو نخندونی آقای دادگر. تمرکزم به هم میریزه. میخوان یک خودو برم تنم بکنیم؟ اینه که من توقع دارم درش بیاری دیگه. خب حاضر؟ حاضر میخوان صدا لطفا ساکت خواهش میکنم. حاضرم از جان. حاضرم آقا. میگیریم. رفت آقا. رفت میشه. 29-11-1 حرکت. حالا چه کنی؟ نمیدونم چه کنی؟ من که بعضم روشنه، تو باید تکلیف رو معلوم کنی. تکلیف ما خو معلومه. جام تو اتوبوس ردیفه، راه ترمینال و بلد و کتابچه زبونم نمیخوام. زبون مادری می یادم نرفته. خو بر میگردم میونه هم ولایتی ها، میونه اون اخلا، رو همون زمینی که ننه و بام توش خاکه، خونه زندگی ما میسازم با یه بچه. کات چطور بودی؟ خوب بود آقا. خوب بود؟ خوب بود. خانم خسته نباشید. خیلی ممنون. خسته نباشید. خسته نباشید خانم، خیلی خوب بود. بچه‌ها ریلا رو بچینید. گفتید ریلا رو. آقا گفتم بچینید. لحظه در اومد. اینجا اومدی برای چی؟ اومدم بازی تو رو ببینم. لولش کردی. آری کردی. ساندویچ می‌خوری؟ نه. مرغ ها. گیری من پاک میشه. بعد از اون چی کاره ای؟ نمیدونم. خب تا کی کارتون میکشه؟ نمیدونم. تو حالا برو، من بعد باید تماس بگیرم. نه خب وایمیستم فیلم برداری که تموم شد بعد با هم میریم. آخه نمیدونم کارم تا کی فیلم میکشه. ببین همه منتظر منن، باید برم. مثل اینکه اصلا دوست نداری امروز هم دیگه رو ببینی. وای آقا بجنبی نور رفتا. بجنبی خانم صابری تشریف نمیارین؟ تو که قرار بود واسه مردم به پای مشتی. بفرمایید. بفرمایید. خداحافظ. سرک کشیدم. ندیدمش. اون گم شد. اون تو سینمایی که تو سمبولشی گم شد. غزال منو تو شکار کردی. اسم اونو به زبونت نیار کسافت. بگو فوشم بده. یه وقتی خیلی دوست داشتم. نگاه همه فیلماتو دیدم. یه وقتی تو بوت من بودی، حالا میخوام این بوتو بشکنم. بوت کدومه؟ چرا مزخرف میگی؟ غزال هنر پیشه شد به خاطر اینکه لیاقتشو داشت. سینما به مثل اون احتیاج داره، نه الفی مثل تو. سینما به اون احتیاجی نداره.
تو به اون احتیاج داری. واسه همینم غزال از تو سینما بردیش خونه. گفتم خفه شو. آروم واضح باش. لنگ اینم که یه گلوله تو مخت خالی کنه. دو ماه سایه رو زیاد دارم میام. میتونستم تو یکی از شبایی که دیر وقت میای خونه با یه تیر تو تاریکی خلاصت کنم. نکردی چون جرأتشو نداشتی. آخه نمیدونم کارم چه کشی میکشه. ببین همه منتظر منم. باید برم. مثل اینکه اصلا دوست نداری امروز هم دیگه رو ببینی. وای. آقا بجوبی نور رفت. بجوبی. خانم صابری. تشریف نمیاری؟ تو که قرار بود واسه مردم بپای مشتی. بفرمایید. بفرمایید. خداحافظ. سرک کشیدم ندیدمش. اون گم شد. اون تو سینمایی که تو سمبولشی گم شد. غزال منو تو شکار کرد. اسم منو به زبونت نیار کسافت. بگو فوشم بده. یه وقتی خیلی دوست داشتم. نگاه همه فیلماتو دیدم. یه وقتی تو بوت من بودی. حالا میخوام این بوتو بشکنم. بوت کدومه؟ چرا مزخرف میگی؟ غزال هنر پیشه شد به خاطر اینکه لیاقتشو داشت. سینما به مثل اون احتیاج داره نه الفی مثل تو. سینما به اون احتیاجی نداره. تو به اون احتیاج داری. واسه همینم غزال از تو سینما بردیش خونه. گفتم خفه شو. آروم واضح باش. لنگ اینم که یه گلوله تو مخت خالی کنه. دو ماه سایه رو زیاد دارم میام. میتونستم تو یکی از شبایی که دیر وقت میای خونه با یه تیر تو تاریکی خلاصت کنم. نکردی چون جرأتشو نداشتی. حرف داشتم باهات. حرفامو که بزنم جرأتشم میام. یه هفته سرم روش کار میکنم. عین یه فیلم بردمش جلو. حالا فیناله. الان آخر اکشن. یالا فوشم بده عصبیم کن. یه فشار کوچیک رو ماشه و تیتراژ آخر اکشن. تقلت از دست دادی. من هیچ وقت عاقل نبودم. عاشق بودم. عشق منو تو دزدیدی. از وقتی با تو هم بازی شد شروع کرد به جفتک انداختن. بله سلام خانم صابری. شبتون بخیر. شما این آقای دادگر. سلام حالتون خوبه؟ میبخشین این موقع شب مزاحم شدم. خواستم سال روز تولدتون رو تبریک بگم. ممنونم. شما از کجا فهمیدین؟ البته مهمونی نگرفتیم به خاطر فیلم برداری چون گفتن قرار تا صبح کار کنین. من یه چیز ناقابلم براتون گرفتم. شرمندم. میندم پنجره. خیلی بیمزه‌ای. خیلی تولد مبارک. بیا پای منتظر دارم. الان نمیتونم بیام. باید خونه باشم. نه یا از درخت میام بالا پشت پنجره. رومئو که یادته. تو کی میخوای دست از این خلبازیات برداری؟ قبل از اینکه هنرپیشه بشی این کارا خلوازی نبود. دوست داشتی؟ نوید من خستم. حوصله جر و بس با تو هم ندارم. فردا بهم زنگ بزن. سه روزه دارم بهت زنگ میزنم. یا نیستی یا خسته یا خوابی. خب بگو یه دفعه نمیخوای ما رو ببینی دیگه. نه
فرید بس کن، قراره به هم زنگ بزنم، من امشب فیلم برداری دارم، تازه بعد تکسامو تمرین کنم، روش کار کنم. میریم سر بند کبابو میزنیم، تکستون وعده بیار همونجا خودم باید کار میکنم، میخونیم تمرین میکنیم. بعد مگه من باید خونه باشم؟ استند بایم. استند بایم تو استند بایی من آویزون، کدومش بهتره؟ دست فردار نوید، بفهم چی میگم. میفهمم، کم کم دارم میفهمم. تو زمین و هوا دست و پا می زدم، حالا می خواهم دستمو ول کنم بیافتم، اما تو را با خودم می کشونم پایین. سقوط آزاد، افتخار این مرگ رو به من می دید؟ گوش کن نوی، اسم من صدا نکن، باید در حرفای من گوش بدی. من هیچ چی نمی شنوم. واسه من مردن آسونه، آسون تر از این که توی ماشره بکشی. جلوتر نیا، من نمیدونم بین تو و غزال چی بوده و چی گذشته، از اولش هم نمیدونستم، من اونو وادار به کاری نکردم، گفتم وایسه سر جات. وقتی فهمیدم عاشقشم بهش پیشنهاد ازدواج کردم، اونم قبول کرد به همین سادگی. داری دروغ میگی، مثل یه آدم درمونده داری دروغ میگی. میتونم حدس بزنم با اون زبون چرب و نرمت و اون صدای دخترکشت چه حرفایی تو گوشش خوندی. اون شیفته تو بود، شیفته بازیات، تو بازیش دادی. گول زدن یه دختر جوون نباید برای تو کار سختی باشه. کشتن یه مرد میون سالم برای من کار سختی نیست. صدای چیه؟ به کسی که نگفتیم اینجا. فقط غزال اون موبایل بنداز این طرف. یالا گفتم بندازش. صدات در نیاد. الو بله نیما، کجایی تو؟ اینجایی که آدرس دادی نه زنگ داره نه پلاک درست حسابی، یه جوریه. تو الان کجایی؟ جلوی در، درم بازه. خب بیا تو، نه ترس من اینجام، بیا تو ساختمون از پلا میره بالا. اینجا کجاست؟ خونه کیه؟ خونه مزاحم. به اون کاری نداشته باش، ازت خواهش میکنم. خیلی خوب شد. حیف بود تو فینال نمی اومد. نیما کجایی؟ بیا تو، من اینجام. سرت اومده؟ خوش اومدی غزال. دیگه مجلس خودمون نشد. میبخشی اینجا یکم به هم ریخته است، عمو جون پاینده از امریکا فکت زد که میخواد آپارتمانش رو بفروشه، منو فرستاد اینجا. اینجا مال یکی از آشناهاشه، مصادره شده بود پسش دادم. خنده داره، من اینجا هم صابخونه هم هم سرایه دار. جای بدی نیست، دلبازه، فقط بعضی وقتا سوسک داره. نترسی ها،
من سوسکارو میکشم با این. خیلی وقت ندیدم از غذا لنز آبی به چشم میاد نگاه. من یا اون؟ واسه خودم که به عشقم شوهرم شک کردم و رفتم. مگه تو میدونی عشق یعنی چی؟ اون وقتا که حالید نبود لابد اون یادت داده ها؟ کاشه کم بود یادت تو میداد. من دوست داشتم نفهمیدی. نترس بگو. از اون وقتا جای خوب خوبش همه چیش خوب بود پاک بود. کاش تو میفهمیدی. اینا رو داره واسه تو میگه. حواست هست؟ خیلی خوب بلد حرف بزنه. یه وقت سیاش نشیم اشتی. یعنی که 2 سال با هم بودیم و 2 ماهه ول کرد. مطمئن بودم طوری که 2 ماهه عاشقت شده 2 روزه ول میکنه که کرد. تو لیاقت عشق منو نداشتی. بهت گفتم بیا با پدرم صحبت کن. گفتم هیچی نمیخوام. نه خونه، نه ماشین، نه عروسی آنچنانی، نه مهریه، نه طلا. هیچی نمیخواستم. چون تو برام مهم بودی. ولی تو وجودشو نداشتی. هی امروز و فردا کردی. یه روز گفتی عموم آمریکاست، قرار آپارتمانشو به نامم کنه. یه روز گفتی با ما پیشکاری 16 بوده قرار پول بفرستن. سربازیمو میخرم با هم میریم خارج. روزی که قرار بود به پیشنهاد نیما جواب بدم بهت زنگ زدم. منتظر یه اشاره تو بودم که به اون بگم نه. خب بگو. بالاخره مامان با بابا حرف زد. همه چی رو بهش گفت. بابا خب اولش یکم ترش کرد ولی بعد که مامان گفت این دو تا همدیگه رو میخوان نرم شد. چه خوب. میدونی از اولش هم بابا به زور اجازه داد من فیلم بازی کنم. حالا که پام تو سینما باز شده دلش میخواد من زودتر ازدواج کنم. به مامان گفته اگه پسر خوبی باشه همدیگر هم دوست داشته باشن من حرفی ندارم. حالا به نظر تو من بچه خوبیم؟ خودتو دوست نکن. حالا دیگه حتما بچه خوبیم که مثل گاو نشستم اینجا دارم مزخرفای تو رو گوش میدم. منظورت چیه؟ تو نمیدونی منظور من چیه. وقتی دوراتو زدی اشغالاتی کردی حالا یاد ما افتادی؟ تو این 2 سال کدوم گوری بودی؟ با من اینجوری حرف نزن. چجوری حرف بزنم؟ مثل اون؟ بلد نیستم مثل نیما جون قربون صدقت برم. تو چی خیال کردی؟ چقدر رو خریت من حساب کردی؟ خیلی ها؟ نوید فکر کرده با این حرفا دیگه من همه چی رو فراموش میکنم یادم میره. چی رو فراموش میکنی؟ اتفاقی نیفتاده. آره فقط من دارم کار میکنم، کاری که دوست دارم، کاری که هیچ جای دنیا جرم نیست. من همون آدمم، هنوزم پات وایسادم نوید. ولی من دیگه اون آدم نیستم. میدونی شیطون رفته تو جلدم. بچه بدی شدم. دیگه هم نمیخوام ببینم. میبینی؟ خودش گفت اگه اون روز توی پارک بهش روی خوش نشون میدادم چی کار میکردی؟ اونو ول میکردی؟ نه سبک سنگین کردی دیدی اون چرب‌تره. من لخت و پتی عشق فیلم کجا؟ نیما دادگر سوپر استار کجا؟ بس دیگه. ای آروم. این همه اراجیف به هم دیگه بافتی که چی رو ثابت کنی؟ هول برد نداره. این هنوز دست منه. باهاتون شوخی ندارم. تو زندگی من هیچ نقطه روشنی نیست. نه نه ندارم. نه بابا. نه رفیق. نه کار. نه عشق. عقلم که خودت گفتی از دست داده. هیچی برام نمونه جز این. اینم تو سربازی قرش دادم و با هم در رفتیم. تو همینجاش کلی حبس تو کاسمه. سر به سر من نذارین. منو این جفتمون پریم. من دیگه تحمل این بحثو ندارم. وایسا سر جات. بیا با کنین قفلو. گفتم این طرف. Bye.
بشین سر جات صدات هم در نمیاد. یالا قصه تازه برات بگم، خوام نشونت بدم پشت این چهره نجیب چه جونه وری مخفیه. تو میدونی اون قبلا ازدواج کرده؟ آره. میدونی چی به سر زن قبلیش اومده؟ فوت کرده. اینا مال سالها پیشه، چه ربطی به الان داره؟ سال 75، سالی که آقا نیما جایزه گرفت، همون سال زنش میمیره. یه مرگ مشکوک، یه پرونده مشکوک که به علت نداشتن مدارک کافی و پارتی بازی تنها متهم پرونده برای همیشه مختوم اعلام میشه. من این پرونده رو دیدم دوران خدمت بایگانی نیروی انتظامی. اینم عکس یادگاری از جنازه. ماهرخ نجمی 32 ساله، علت مرگ ازش بپرس. این چی داره میگه؟ رخرف میگه، باور نکن. واقعیت تو بگو. بگو. این دادگاه پارتی بازی قرار نمیداره. ماهرخ نجمی کی بود؟ چش بود؟ چی کم داشت که اون بلا رو سرش آوردی؟ با ماهرخ تو سالن تئاتر آشنا شدی. من بازیگر بودم، اون تماشاگر. بارها پشت صحنه برام گل آورده بود. چند ماه بعد از ازدواجمون متوجه شدم که بیماره. یه بیماری غریب، گاهی وقتا افسرده میشد، گاهی وقتا عصبی میشد. بچه هم که نداشتیم، من هر کاری بلد بودم کردم که تغییری تو روحیش بدم. با مردم، با طرفداران مسئله داشتم. از همه بدتر با همکاران، به همه چیز و همه کس مشکوک بود. مرسای لعنتی کار خودشو کرده بود. شما یه نامه بزن اتحادیه خبر بده، منم پاید باش دادم. خب دیگه اینا دارن زرنگی میکنن دیگه. میگم سوء استفاده چی شدن، اصلا کاری هم به اتحادیه ندارم. قربان شما، شما رو من حساب کن، رو من حساب کن. بر خواهش میکنم، خواهش میکنم. قربان شما، خدا. شب تا صبح با همین بس نیست؟ روزان زنگ میزنه تا بهش روحیه بدی، حال بدی. چه طرز حرف زدنه؟ همکارمه، مسئله داره، میخوام کمکش کنم. تو نمیخواد کاسه دختر ازش بشی. پات با میستم ارزه داشته باشه، خودش حقشا بگیره. تو چی کاره ای؟ اون یه زنه، خیلی هم خانوم. نمیتونی ما اینه در بیافته که؟ اگه زن نبود این اشتار رو بلد نبود چی؟ بازم براش دل میسوزوندی؟ بسته دیگه ما رو. تو رو خدا دو مرتبه شروع نکن. بکردی من کورم، نمیفهمم. اون روز سر صحنه فیلم برداری دیدم چطوری محو تماشا شده بودی، چطوری تو چشم جل زده بودی. اما کور خوندی. اون خانومی رو که من دیدم 10 تا مثل تو رو میبره لب چشم و تشنه برمیگردونه. مزخرف نگو. همش کنین آسفرات که میخوری. Oh!
بیرون. دفعه بیار پایین. همسایه رو میفهمن یه دیوونه توی خونه هست. وای تو به خاطر اون زنی که به من میگی دیوونه دیوونه. آره آره من دیوونم من دیوونم. نبودم که این زندگی به قرمایه میگردم. آره من دیوونم. آره افتاد افتاد و شیشه میز دستش برید. اصلا نفهمدم چی شد. به خودم اومدم زخمشو بستم اما یک کلمه هم حرف نمیزد. حتی ناله هم نمیکرد. آروم که شد رفتم. باید میرفتم سر کار. شب تا صبح هیچی نگفت، نگاه نکرد. شده بود عین یه مجسمه. چشماش یادم نمیره، انگار یخ کرده بود. نگاش مات مات شد. سلام علیکم. بلدی نقش بازی کنی. فکر کردی این قصه هایی که به هم بافتی رو کسی باور میکنه؟ مهم نیست دیگه، برام مهم نیست. ولی برام مهمه. تو کارت اینه، همه جا بازی میکنی با همه. همه تون مثل همین. غزالم تو هوایش کردی، یه مار تو از سینت پروردی. یه روز نیشیشو بهت میزنه. کجا؟ قصه‌هاشو باور کردم همه‌شو. حالا از سر رامون برو کنار. دستام داره میلرزه اما مطمئنم با حالی که دارم میتونم وسط پیشونی تو سوراخ کنم. از چشات معلومه که میتونی. پس بزن. بارها خواستم خودم رو بکشم ولی دم آخر پام لرزیده. معطل چه هستی؟ بزن عشق من، بزن راحتم کن. بزنشتر از این زهر بکشم. تو بلد نیستم این دست رو میگیرم. زبونشو نمیفهمم واسه همین باورش نفهم.
تو جوان با استعدادی هستی. شرط نکن. اما عاشق نیستی. هنوز نیستی. سینما مال جوان هست. اونایی که عاشقن وقتی اومدن ما هم میریم کنار. عاشق شدی بیا. حالا برش دار. برش دار خود خالی کن. Thank you.